سازمان اطلاعات ایران از زمان تشکیل خودش تا الان جلوی اقدامات مخرب زیادی رو گرفته که بعضی از اونا هنوزم رسانه‌ای نشدن. الان تایب رئیس سابق سازمان اطلاعات جای خودش رو به سردار محمد کاظمی داده و به سمت مشاور فرمانده کل منصوب شده. سازمان اطلاعات مجموعه امنیتیه که تو مهر 88 از ادغام معاونت اطلاعات سپاه ایران و چند واحد اطلاعاتی امنیتی به یه سازمان تبدیل شد تا در کنار وزارت اطلاعات مأموریت‌های محوله که متمرکز بر دشمنای ایران و جریان‌های مسلح با براندازی مسلحانه انجام بده. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتری، یکی از بزرگترین کانال‌های نظامی یوتیوب فارسی، خیلی خوش اومدین. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه خوشت اومد دکمه سابسکرایب رو بزن. بی معطلی بریم به ادامه ویدیو. سازمان اطلاعات سپاه تو طول 13 سال مسئولیت تایب اقداماتی رو انجام داده که بیشتر اونا به دلیل حساسیت موضوع و مسائل امنیتی رسانه‌ای نشدن و شاید هم به این زودی بیان نشن. اما کلیات این اقدامات شامل مبارزه با مفاسد اقتصادی، مثلا گروه کروز، دلالای پتروشیمی و ربایندگان دکل پتروشیمی بودند که تو نظام تولید هم اخلال ایجاد کرده بودند. تو این 13 سال با برخی حقوقهای نجومی هم برخورد شد و باندهای اختلاسگر تو بخشهای صنعت شناسایی شدند و سرمنشأ اونا هم دستگیر شدند. از طرف دیگه بازگرداندن و دستگیری ابرمتهمای بانکی که بعضی از اونا به خارج از کشور متواری شده بودن بخش از مبارزات سازمان اطلاعات سپاه تو این دوره بود. از سال 97 تا پارسال سازمان اطلاعات سپاه تونست بیشتر از 49 هزار میلیارد تومان رو به کشور برگردون و بیش از 200 سال حبس برای دزدان این پولها محکومیت بگیره که این اقدامات همچنان ادامه داره. تو بعد امنیتی هم میشه به دستگیری جاسوسای امنیتی از جمله روح الله زم و کایلی گیلبرت و همینطور نازنین زاغری، تبعی ایرانی و انگلیسی که در پوشش خبرنگار با جمع‌آوری آموزش زنان جهت پرورش جاسوس خبرنگار سعی داشت پروژه براندازی نرم رو تو حوزه رسانه یا فضای سایبری تحقق ببخشه که در نهایت در ازای آزادی اون 530 میلیون دلار انبار بلوکه شده ایران تو انگلیس آزاد شد و همینطور جیسون رضاییان، تبعی ایرانی آمریکایی که با پوشش خبرنگار وارد ایران شد و از طریق نزدیکی به سیاسیون و افراد مهم دولتی ایران اسناد و اطلاعات سیاست‌های داخلی و خارجی ایران رو جمع‌آوری و به خارج می‌فرستاد که آمریکا در ازای آزادی رضاییان مبلغ 1.7 میلیارد دلار رو به ایران پرداخت کرد. همینطور اصفهانی، تبعی ایرانی کانادایی که با نفوذ در تیم مذاکره کننده هسته ایران به عنوان نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانک تیم مذاکره کننده فعالیت داشت و اطلاعات سری اقتصادی ایران رو در اختیار سرویس های جاسوسی اطلاعاتی انگلیس قرار میداد. عماد شرقی، باقر و سیامک نمازی، پدر و پسری که با دو تابعیت ایران و آمریکایی و عوامل دخیل در خسارت نفتی ایران در قرارداد کرسنت با پوشش دلال نفتی هستند و جاسوسای محیط زیستی مثل مراد تاپاس با سه تابعیت انگلیس و آمریکا و ایران که تو قالب فعالیت محیط زیست با تصویربرداری از مراکز حساس نظامی ایران اطلاعات مهم و محرمانه پیرامون سایت‌های موشکی و پدافندی را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار می‌داد و همینطور کاووس سید امامی تحت پوشش جامعه شناس و فعال محیط زیست به جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه مشغول بود و حساس‌ترین اطلاعات راهبردی ایران را به دشمنای ایران انتقال میداد اشاره کرد. دستگیری سرشبکه‌های جاسوسی منطقه‌ای از جمله شبکه‌های گرداب و سراب و همینطور شناسایی و انهدامه باندهای بزرگ قمار، مبارزه با قاچاق کالا، سوخت و ارز، در نهایت انهدام ده‌ها شبکه احتکار و کشف ده‌ها هزار تن نهادهای دامی، برخورد با مفاسد در صنعت هوایی و حمل و نقل ریل از دیگه اقدامات سازمان اطلاعات سپاه تو این دوره 13 سال است. اما از دیگه اقدامات شاخص این سازمان تو بحث شناسایی و انهدام شبکه‌های ارتشا و کارچاق‌کنی هم میشه به دستگیری اکبر تبری، حسن نجفی و حمید بقایی، حسن رعیت، حسین فریدون و مسعود احمدی زاده و همایون انصاری که از متهمای معروف اون بودن اشاره کرد. این اقدامات تنها گوشه ای از تقابل تنها یکی از نهادهای امنیتی ایران تو مواجهه با اقدام خرابکارانه سازمان‌های جاسوسی مثل سرویس اطلاعات مخفی انگلیس یا همون MI
MI6، اداره کل امنیت خارجی فرانسه یا DGS، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و همینطور اسرائیل موساد هستند که سازمان اطلاعات سپاه رو بزرگترین دشمن خودشون میدونن. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردی. ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنی و همینطور نظرت رو تو قسمت کامنت ها درباره کیفیت ویدیو و محتوای اون برای من بذاری.